میخوام تمرینی آموزش بدم که با روزانه 15 دقیقه انجام دادنش میتونید غضروف های مفصل ران، زانو و مچ پاتون رو بازسازی کنید، قوی ترشون کنید تا مفصل های بدون درد داشته باشید و بتونید کلی فعالیت مثل پریدن و دویدن انجام بدید. اسکلت بدن ما از ماهیچه، استخوان و غضروف ساخته شده. عضلات با فعالیت و ورزش قوی تر و بزرگتر میشن. استخوان ها با فعالیت و تحمل وزن قوی تر و متراکم تر میشن. بر اساس آزمایشات و تحقیقاتی که انجام شده درباره غضروف ها هم همینه. غضروف ها هم با ورزش و تمرین درست میتونن بازسازی و ترمیم بشن و قوی تر بشن. من همیشه تلاشم بر این بوده که محتوایی که ارائه میدم بر اساس آزمایشات و تحقیقات دانشمندان باشه. منابعی که در این ویدیو استفاده کردم کاملا علمی و بروز هستن و لینک اونها رو در قسمت توضیحات براتون قرار میدم. خیلی به کانال خودتون خوش اومدید. دکتر نیما هستم و سعی میکنم نتایج تجربیات کاریم رو در حرفه پزشکی و مطالعاتی که انجام میدم رو به صورت ویدیوهای آموزشی با شما به اشتراک بذارم. بر اساس علم روز دنیا تمریناتی وجود داره که باعث سلامت بیشتر و تقویت غضروف‌های مفصلی میشه و تمریناتی وجود داره که به غضروف‌ها آسیب میزنه. اما چه تمریناتی هست که برای غضروف‌های ما سلامت بیشتری میاره؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم یه توضیح کوتاه راجع به غضروف مفصلی میدم. در مفصل‌های ما استخوان‌ها به هم اتصال پیدا می‌کنن و روی هم می‌لغزن و حرکت می‌کنن. برای اینکه این حرکت روان و بدون درد باشه در قسمت انتهایی استخوان‌ها یک لایه غضروف مفصلی داریم که علاوه بر اینکه باعث روان شدن حرکت میشه به عنوان یک ضربگیر عمل میکنه و مثل یک بالش نرم بین استخوان‌ها قرار میگیره. غضروف یک بافت زنده است، یعنی در غضروف‌های ما سلول‌هایی وجود دارن که اونجا زندگی میکنن و کارشون اینه که ماده غضروف رو تولید بکنن. اما متاسفانه توانایی تولید غضروف این سلول‌ها کم هست و به خاطر همین به مرور زمان وقتی سن افزایش پیدا میکنه یا استفاده زیاد یا نادرست از مفصل اتفاق میفته سرعت تخریب بیشتر از سرعت بازسازی و ترمیم این سلول ها میشه و غضروف مفصلی آسیب میبینه و باعث دردناک شدن مفصل میشه. اما یک مدل تمرین وجود داره که این تمرین باعث تحریک سلول‌های غضروف میشه و باعث میشه که فعالیت بیشتری انجام بدن و غضروف تولید بکنن. به علاوه اون ما میتونیم با مصرف مکمل خاصی مثل بنزین سوخت در این سلول‌ها بریزیم تا توانایی ترمیم و تولید غضروفشون افزایش پیدا کنه که این مکمل رو در انتهای ویدیو بهتون معرفی میکنم. راه قوی کردن غضروف مفصلی در این فرمول طلایی نهفته است. غضروف مفصلی با جلسات کوتاه ورزش‌های چرخه‌ای 10 تا 15 دقیقه بدون ضربه یا با ضربه ملایم با شدت و مقاومت متوسط و دوره‌های استراحت کافی بین جلسات تقویت می شود. در نگاه اول جمله پیچیده و غیر قابل فهمیه، اما من به صورت کامل و ساده شده براتون توضیح میدم و میگم چطوری این ورزش رو در دنیای واقعی اعمال کنید. سلول های غضروف ساز ما این نوع ورزش رو دوست دارن. ورزشی که دارای حرکات چرخه‌ای رفت و برگشتی باشه و همزمان فشار ثابتی رو در سرتاسر سطح مفصل وارد بکنه. اما از تئوری خارج بشیم، چطور در دنیای واقعی همچین تمرینی رو برای مفصلمون تدارک ببینیم؟ چند وسیله معرفی میکنم که به کمک این وسایل شما میتونید این تمرین رو انجام بدید.
ایدئال ترین وسیله برای انجام این نوع تمرین دوچرخه است، مخصوصا دوچرخه ثابت. یعنی دوچرخه ثابت رو خیلی بیشتر توصیه میکنم. کافیه روی یک دوچرخه ثابت بشینید، حتما زینش رو به اندازه مناسب بدن خودتون تنظیم بکنید، که اگر نمیدونید چطور این کار رو انجام بدید، من قبلا در یک ویدیو کامل توضیح دادم، لینکش رو در قسمت توضیحات میذارم. روی دوچرخه که نشستید کافیه 15 دقیقه در روز رکاب بزنید با سرعت و شدت متوسط. سرعت متوسط به این معنیه که بین 60 تا 70 رکاب در دقیقه بزنید کافیه، و منظور از فشار یا مقاومت متوسط هم اینه که اگر آسون‌ترین حالت دوچرخه رو در نظر بگیرید و سخت‌ترین و سفت‌ترین حالتی که برای شما انجام دادنش ممکن باشه، میانگین این سخت‌ترین و آسون‌ترین میشه حالت متوسط. پیچ سفتی دوچرخه رو روی حالت متوسط تنظیم کنید و 15 دقیقه در روز رکاب بزنید. لازم نیست اصلا که بیشتر از این انجام بدید، به خاطر اینکه این سلول‌های غضروف ساز بعد از 15 دقیقه به نهایت تحریک شدگی میرسن و بعد از اون خاموش میشن و نیاز به استراحت دارن تا بتونن بازسازی و ترمیم رو انجام بدن. پس توصیه نمی کنم که بیشتر از 15 دقیقه انجام بدید، اما میتونید بعد از 12 ساعت استراحت دوباره هم انجام بدید، که در واقع میشه دوبار در روز. باز هم تکرار میکنم که نکته مهم در این تمرینات حرکت چرخه‌ای هست که مدام تکرار میشه و فشار متوسطی که در سرتاسر طول تمرین و حرکات روی سطح مفصلی اعمال میشه. اگر علاقه به دوچرخه ثابت ندارید، انتخاب‌های جایگزینی هم وجود داره که میتونید از اونها استفاده کنید. یکی از دستگاه‌هایی که میتونید جایگزینش کنید، این دستگاهی که عکسش رو نشون میدم. این دستگاه هم 15 دقیقه با فشار متوسط با سرعت متوسط، یعنی بین 60 تا 70 حرکت چرخشی در دقیقه انجام بدید و حتما 12 ساعت بعد از اون به مفصلتون استراحت بدید. انتخاب بعدی شما میتونه دستگاه روینگ باشه. روی این وسیله هم 15 دقیقه وقت بذارید، شدت متوسط و سرعت هم متوسط، یعنی 30 حرکت در دقیقه میتونید انجام بدید و حتما بعدش بیش از 12 ساعت سعی کنید استراحت کنید. و دستگاه جایگزین بعدی دستگاه پرس پا هستش. این حرکت رو هم روی این دستگاه هم باید 15 دقیقه وقت بذارید، شدت تمرین حتما متوسط باشه و 20 تا 30 تکرار در دقیقه هم سرعت متوسط رو به شما تضمین میکنه. دقت کنید که در حین انجام این حرکات وجود مقدار کمی از درد طبیعیه، ولی مقدار این درد نباید زیاد باشه، که اگه زیاد باشه یعنی شما دارید به مفصلتون آسیب میزنید. حتما شدت تمرینتون رو جوری تنظیم کنید که مفصلتون دچار ورم نشه، و اگر که ورم کرد تمرین رو متوقف کنید و در روز بعد شدت تمرینتون رو پایین تر بیارید. اما نحوه ای از تمرین وجود داره که سلول‌های غضروف ساز ما اون رو دوست ندارن. اما این نوع تمرین چه تمرینیه؟ یک بار دیگه به این عکس نگاه کنید. این چیزیه که غضروفامون دوست دارن و این چیزیه که غضروفهای ما دوست ندارن. فشار ناگهانی و غیر یک نواخت در سطح مفصل. مثال این تمرینات ورزش‌هایی مثل دویدن و پریدنه. اما همیشه یک اما وجود داره. درسته که تمرینی مثل دویدن و پریدن روی سلامت غضروف‌های ما تأثیر مثبتی نداره، اما برای لایه زیرین این غضروف‌ها تأثیر مثبتی داره. زیر غضروف‌های مفصلی ما یک لایه استخوان زیر غضروفی داریم که بهش میگن سابکوندرال بون. کار این لایه استخوانی زیر غضروفی اینه که از استخوان‌های نرم و حساس زیر خودش محافظت کنه. برای اینکه مفصل سالم و بی‌دردی داشته باشیم، علاوه بر تقویت غضروف‌ها،
باید این لایه استخوانی رو هم تقویت کنیم. برای تقویت کردن این لایه باید بسیار آروم و آهسته جلو برید و بسیار صبور باشید. بهتون توضیح میدم که چطور این کار رو انجام بدید، اما قبل از اون حتما نظرات و تجربیاتتون رو توی بخش کامنت با من و بقیه به اشتراک بذارید. خیلی از اوقات میبینم که بینندگان ویدیو با کامنت هایی که میذارن خیلی به همدیگه کمک میکنن و تجربه همدیگه رو زیاد میکنن. مرسی، به اشتراک گذاری ویدیو هم فراموش نشه. اول باید اونطور که توضیح دادم غضروفتون رو تقویت کنید و این کار رو باید برای چند ماه انجام بدید. بعد از اینکه این کار رو با موفقیت انجام دادید، میرید سراغ راه رفتن سریع یا دویدن بسیار نرم و آهسته، چیزی که در انگلیسی بهش میگن جاگینگ. این پیاده روی سریع یا دویدن نرم و آهسته باید با کتونی مناسب و در سطوح صاف و بدون چاله چوله باشه. منظورم این هست که این سطح شیب زیادی رو به بالا یا رو به پایین نداشته باشه. به علاوه این، در این مرحله باید عضله های اندام تحتانیتون رو هم تقویت بکنید. برای اینکه به یک روش درست بدون وسیله خاصی و در خونه بتونید عضلاتون رو تقویت بکنید، من یک ویدیو قبلا ساختم که میتونید با این ویدیو همراه بشید و تمریناتتون رو انجام بدید. لینکش رو در قسمت توضیحات میذارم. به علاوه اون میتونید از آب درمانی برای تقویت عضلات استفاده کنید که نحوه درست آب درمانی در استخر رو هم یک ویدیو قبلا ساختم، لینک اون رو هم در قسمت توضیحات میذارم. به علاوه تقویت عضلات، اگر اضافه وزن دارید حتما به کاهش وزن هم باید فکر بکنید، چون هر چقدر که از وزنتون کم بکنید چندین برابر فشار روی مفصلتون کمتر میشه. برای اینکه با کم دردسر ترین روش وزنتون رو کم کنید بدون ورزش سنگین، بدون رژیم سنگین، من یک ویدیوی جالب ساختم که میتونه خیلی بهتون کمک کنه. لینک اون رو هم در قسمت توضیحات میذارم. بعد از این ویدیو حتما یه سری به قسمت توضیحات بزنید. بعد از اینکه از این مراحل گذشتید، کم کم میتونید دویدن رو هم شروع کنید. دویدنتون حتما باید باز هم با کتونی مناسب باشه، در یک سطح صاف باشه که چاله چوله نداشته باشه، تپه و شیب زیاد و شیب رو به پایین نداشته باشه، دارای تغییر جهت‌های ناگهانی نباشه، مثل چیزی که توی فوتبال یا ورزش‌های اکشن می‌بینیم، و در مسیر خیلی طولانی هم نباشه. یعنی اینطور نباشه که یهو 15-20 کیلومتر شروع کنید به دویدن. یک نکته خیلی خیلی مهم و حیاتی وجود داره و اون اینه که اصلاً و به هیچ وجه نباید عجله کنید. به هیچ وجه. ترمیم شدن غضروف و مفصل یک پروسه ایه که به شدت زمانبر و طول میکشه و باید بسیار صبور باشید و این پروسه با توجه به سطح آسیب دیدگی مفصلهای شما ممکنه بیش از یک سال هم طول بکشه. پس اصلا عجله نکنید و سعی کنید که روز به روز از روز قبلی بهتر بشید و زمان کافی رو بذار. خیلی ها میپرسن آیا در این مسیر لازمه که مکملی هم مصرف کنید؟ بله، توصیه میشه یک مکملی استفاده کنید تا مواد غذایی لازم رو به سلولهای غضروفیتون برسونه. دم دستترین و شایعترین مکملی که توصیه میشه گلوکوزامین و کندرویتین هستن که این مکملها مثل یک مواد اولیه، مثل یک بنزین میمونن که خوب هست که شما این رو به سلولهای غضروفیتون برسونید تا بتونن اون ماده غضروفی رو راحتتر تولید بکنن. برای سلامت مفصل هم خیلی خوب هست، اما توی این ویدیو نمیخوام کامل راجع به این مکمل صحبت بکنم، به خاطر اینکه قبلا یک ویدیو ساختم و کامل بررسی کردم نحوه اثر کردنش رو، دوزی که باید مصرف کنیم، مقدار زمانی که باید مصرف کنیم، همه رو توی اون ویدیو براتون توضیح دادم. این گوشه میذارم که بتونید بعد از این ویدیو نگاش بکنید. اگر صبور باشید و مستمر تمرین کنید، غضروف های مفصلی شما سالم میشه، قوی تر میشه،
میتونید در فعالیت‌های ورزشی بیشتر و بهتر شرکت بکنید و مفصلتون برای سال‌های آینده سالم‌تر و قوی‌تر باقی میمونه. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که سلامت باشید. خدا نگهدار.